داستان‌های جذاب، سوال‌های مهم، پاسخ‌های شما در برنامه قدم به قدم همراه با کتاب مقدس. قسمت ششم، پرسش بزرگ. به نظر شما خدا قصد داره ما رو از چه چیزی نجات بده؟ مثلا تو در خطر نجاتمون، خدا ما رو از چیزمون نجات بده، کار بدمون و گناهانمون، از ناراحتی و درد، یعنی ما نمیریم، از دستان شیطان، از شیطان، دعوا با وقتی چی حال خوب نباشه، از کاری، از چیزی که اشتباه کردیم، یعنی چیزی که اشتباه انجام دادم، از گناهامون نجات بده. جمع آوری مطالب کتاب مقدس. مسیح کمی بیشتر از 2000 سال پیش به دنیا آمد. تولد مسیح یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ بشره. به همین دلیل تاریخ بشر به دو بخش قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح تقسیم شده. عیسی مسیح درست 30 سال بعد از تولدش دستگیر شد و روی صلیب مرد و بعد از 3 روز از مرگ برخاست که به اون قیام مسیح میگن. این اتفاق دنیا رو عوض کرد. اطرافیان مسیح و شاگردانش که شاهد این اتفاقا بودن شروع به نوشتن همه ماجراها کردند. تقریبا 65 سال بعد از قیام مسیح همه نوشته ها تموم شد و از طریق مردم دست به دست بین کلیساها میگشت و از این شهر به اون شهر میرفت. اما اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که هر از گاهی یک سری نوشته‌های جدید که خیلی عجیب بودن و در واقع حقیقت هم نداشتن بین مردم پخش می‌شدن. مثلا بعضی‌ها چیزایی می‌نوشتن و به دروغ می‌گفتند اینها حرف‌های پولس و یا یوحنا و دیگر شاگردان مسیحه. این خیلی گیج کننده بود و میتونست حقیقت رو از مردم دور کنه. پس رهبران کلیساهای اون موقع به فکر فرو رفتن. اونا تصمیم گرفتن برای اینکه جلوی این قضیه گرفته بشه، نوشته های حقیقی رو جمع کنن و به شکل یک کتاب مشخص در بیارن. اینطوری دیگه کسی نمیتونست نوشته‌ای دروغین اضافه کنه. برای این کار باید در 3 مرحله تمامی متن‌ها را آزمایش می‌کردن. اول گفتن که تمام نوشته‌ها باید بازنگری بشه و تمام نوشته‌هایی که شاگردان مسیح و یا اشخاص بسیار نزدیک و شناخته شده به مسیح نوشتن رو جدا کنن. مرحله دوم این که اونا این نوشته ها رو با درس هایی که رهبران بزرگ کلیسا درباره مسیح و زندگی او و قیام او می دادن مقایسه کنن تا مبادا اشتباهی شده باشه. شانس خوبی که آوردن این بود که چون هنوز سالهای زیادی از قیام مسیح نگذشته بود، کسانی بین مردم زندگی می کردن که مسیح رو دیده بودن و حرفای اونو شنیده بودن. پس اونا می تونستن نوشته های دروغین رو تشخیص بدن. مرحله سوم هم این بود که این نوشته ها رو به تمام کلیساهای دنیا فرستادن. اگر همه کلیساها
با نوشته ها توافق می کردن می تونستن اونا رو به کتاب عهد عتیق اضافه کنن و اینطوری عهد جدید رو هم به شکل یک کتاب داشته باشن. بالاخره در سال 367 میلادی، یعنی 367 سال بعد از مسیح، یک کشیش که رهبر بزرگ کلیسا هم بود در یک نامه تاریخ عید پاک رو مشخص کرد. عید پاک همون جشن رستاخیز عیسی مسیحه. همزمان در همون نامه 27 کتاب عهد جدید رو هم به طور رسمی اعلام کرد و اسم همه کتاب ها رو در نامه نوشت. اینطوری شد که برای اولین بار بعد از اون همه بحث و تحقیق همه کلیساها با اون 27 کتاب موافقت کردن. خدا به اونا کمک کرد تا بتونن نوشته های حقیقی که خدا الهام بخش اونا بوده رو جمع آوری کنن و به شکل کتاب عهد جدید در بیارن. الان که بیش از 2000 سال از تولد مسیح میگذره، ما همون کتاب ها رو که به زبان های مختلف در دنیا ترجمه شده در اختیار داریم. وعده بزرگ خدا به ابراهیم. سالیان سال گذشت. حالا دنیا پر شده بود از آدم‌های مختلف. بازم انسان‌ها گناه می‌کردند. دنیا پر بود از بیماری، گریه و ناراحتی. اما خدا داشت برای عملی کردن نقشش دست به کار می‌شد. خدا میخواست نقشش رو از طریق خانواده مردی به نام ابراهیم انجام بده. ابراهیم خدا رو بسیار دوست داشت و اجازه نمیداد گناه وارد زندگیش بشه. یک روز خدا به ابراهیم گفت: ابراهیم، به آسمان نگاه کن و ستاره ها رو بشمار. ابراهیم سرش رو به آسمان بلند کرد و شروع کرد به شمردن. 1, 2, 3, 4 و ادامه داد: 997, 998, 999. شمردن ستاره ها کار سختی بود، چون آسمون پر بود از ستاره و شمارش ستاره ها مدام از دست ابراهیم در می رفت. بعد خدا به اون گفت: ابراهیم، من به تعداد ستاره های آسمون به تو فرزند، نوه، نتیجه، نبیره و ندیده می دم. اینقدر که نسل تو از ستاره های آسمون هم بیشتر بشه. ابراهیم از شنیدن این حرف خیلی شاد شد، اما شادی اون طولی نکشید، چون اون 99 ساله بود و هنوز حتی یک فرزند هم نداشت. پس چطور امکان داشت که نسل اون اینقدر بزرگ بشه؟ در همین فکر بود که اشکش رو از گوشه چشمش پاک کرد. خدا به اون گفت: به من اعتماد کن ابراهیم. آیا فکر میکنی کاری هست که برای من سخت باشه؟ ابراهیم گفت: نه خداوندم، برای تو هر کاری امکان پذیره. پس ابراهیم وعده خدا رو باور کرد و به خدا اعتماد کرد. اما سارا زن ابراهیم که این حرفا رو شنید، در حالی که اشک میریخت خندید. البته خنده اون از شادی نبود. سارا همیشه دلش فرزند میخواست. اون 90 ساله بود و هیچ وقت فکر نمیکرد که دیگه در این سن بتونه صاحب فرزندی بشه. اما خدا به قولش عمل کرد و بعد از 9 ماه ابراهیم و سارا صاحب یک پسر شدن. اونا اسم او رو اسحاق گذاشتن، یعنی او میخندد. سارا و ابراهیم بسیار خوشحال بودن و این بار از شادی میخندیدن،
چون آرزوی اونا برآورده شده بود. اما نقشه بزرگتر خدا این بود که یک روز قرار بود نوزادی پاک از نسل ابراهیم به دنیا بیاد و این نوزاد باعث شادی و خنده همه مردم دنیا بشه و این نوزاد آرزوی همه مردم دنیا رو برآورده می کرد. اعتماد یعنی چه؟ میخوایم با هم یاد بگیریم که اعتماد یعنی چی؟ اما قبل از اون باید معنی دو کلمه رو خوب بفهمیم. کلمه اول نجات. نجات یعنی از یک خطر بزرگ جان سالم به در بردن. خدا برای ما نقشه نجات داره. یعنی اینکه میخواد ما رو از یک خطر بزرگ که در کمین ما هست برهونه. خطر بزرگ همون گناهه. پس خدا میخواد ما رو از گناه نجات بده. کلمه دوم رستگاریه. این جمله رو حتما شنیدید که مثلا میگن اون شخص رستگار شد. کلمه رستگاری یعنی خلاص شدن، رها شدن و یا آزاد شدن از چیزی یا یک موقعیت بد. در حالی که شخص دیگری برای آزادی و رهایی شما چیزی رو پرداخت کرده، یعنی شما به کمک شخص دیگری از اون موقعیت بد نجات پیدا کردید. این دقیقا همون کاریه که خدا میخواد برای ما انجام بده. اون میخواد ما رو نجات بده. خدا میخواد ما رستگار بشیم. اما سوال مهم اینه که خدا میخواد ما از چه چیزی نجات پیدا کنیم؟ او میخواد ما رو از چه چیزی رهایی بده؟ خدا میخواد ما رو از گناه و تأثیری که گناه بر ما داره برهونه. او میخواد ما رو از شر گناه نجات بده تا دوباره بتونیم به اون نزدیک بشیم. خدا برای ما شادی، آرامش، لذت و خوشی میخواد. دقیقاً به همین دلیله که خدا یک نقشه عالی برای نجات انسان از گناه و رستگاری او کشید. اما این بار این نقشه با طوفان و سیل شروع نشد، بلکه از طریق یک خانواده شروع شد. خانواده ابراهیم. داستان ابراهیم رو که دیدید، نقشه های خدا همیشه همین طوری شروع میشه. اون کسی رو انتخاب میکنه، اون شخص به خدا گوش میده، به خدا اعتماد میکنه و از او اطاعت میکنه. به این ترتیب خدا میتونه از اون شخص برای انجام کارهای فوق‌العاده خودش روی زمین استفاده کنه. درست مثل ابراهیم و سارا که ایمان قوی داشتن و به هر چیزی که خدا به اونا گفته بود اعتماد کردن. 11 فصل اول آفرینش پایه اصلی عهد عتیقه. به این فصل اصطلاحاً تاریخ اولیه آفرینش هم گفته میشه. ما باید این فصل رو خوب یاد بگیریم تا بتونیم بقیه کتاب مقدس رو هم درک کنیم. از فصل کتاب پیدایش به بعد اصطلاحاً به تاریخ پدران تشبیه شده. به این معنی که خدا از تعداد زیادی از پدران ما استفاده کرد تا نقشه نجاتش رو عملی کنه.